What's up guys بچه من خوش اومدید دوستان بزارم هر جسی حالتون خوب باشه بچه ترند امسال یه جورای کردن تو اکوسیستم تیا سلستیا یا کاسماس یا همون اتوم خودمون هست و خیلی از پروژه های بزرگ اومدن ایردراب دادن به کسایی که استیک میکنن توکن هاشون رو توی ولت کپلر حالا بخوام براتون مثال بزنم دایمنشن بود مثلا چند وقت پیش به کسایی که تیا یا اتم استیک کرده بودن ایردراپ داد یا خود همین منتا دیشب توی توییترش من دیدم اعلام کرده بود به کسایی که تیا استیک کردن قرار ایردراپ بده و خیلی پروژه‌ای که در آینده میاد و میتونه به کسایی که در واقع استیک میکنن توی این اکوسیستم ها ایردراپ بده توی ویدیو امروز بسا راجع به انتخاب ویدیتورها خیلی با هم صحبت میکنیم و اینکه چطوری میتونیم ویدیتور مناسب رو انتخاب کنیم و روش استیک کردن رو هم بهتون خیلی ساده میگم بریم سراغ اینکه چطوری میتونیم توی این اکوسیستم استیک کنیم بچه اول از همه شما نیازمند کیف پول کپلر هستیم و خود کیف پول کپلر به صورت رسمی به شما اجازه میده که بیاید و حالا توکن هاتون رو روی هر حالا اکوسیستمی که میخواید استیک بکنید برای دانلود کپلر سایت کپلر دات اپ رو باز میکنید از این بالا سمت راست میتونید اینستال کپلر رو بزنید برای مرورگر کروم فایرفاکس و اج قابل نصب هست همینطور روی گوشیتون هم میتونید اپش رو داشته باشید نصبش اصلا سخت نیست مثل نصب متا ماسک هست خیلیاتون انجام دادیم بهتون 12 تا همه شخصی میده یا خصوصی میده اون رو باید پیش خودتون نگه دارید و کیف پولتون رو از اینجا میتونید ببینید و بیارید بالا بهتون حالا میگم چطوری میتونید داخلش اتم بریزید تا اینجا ای کار ما کیف پول کپلر رو گرفتیم حالا برای اینکه بخوام کیف پولمون رو شارژ کنیم کافیه بیم روی کیف پول کپلر این بالا بزنیم اگر براتون اینجا آپشن هم آیکان کپلر نیست میتونید از تب حالا اکستنشن ها اینجا پینش کنید که بهتون نشون بده من کپلر رو باز میکنم بچه الان به من داره موجودیمون رو نشون میده ممکنه بپرسید من چطوری میتونم کیف پولم رو شارژ کنم بچه شما با اتم میتونید هم اینجکتیو داشته باشید هم تیا یعنی داخل کیف پول در واقع کپلر میتونید اتمتون رو به اینجکتیو و تیا تبدیل کنید خودش براتون سواب میکنه و به راحتی هم این انجام میده نیاز نیست برید تیا بخرید بفرستید به کیف پولتون رو. یعنی اتم بگیرید خیلی راحت میتونید هم اینجکتیو تبدیلش کنید هم تیا که حالا این دوتا رو هم میتونیم استیک کنیم جلوتر بهتون میگم بعد یه مقدار کیف پول کپلرتون رو شارژ کنید برای گرفتن آدرس حالا کیف پول کپلرتون روی دپازیت که بزنید اینجا کافیه کاسماس هاپ این آدرس رو از اینجا کپی کنید و ببرید داخل هر صرافی که باش کار میکنید من خودم از صرافی بینگیک زدم اینجا کارنسی رو روی اتم میذارید نتورکتون رو حتما باید حواستون باشه کاسماس انتخاب کنید حالا اینجا از شانس من امروز که اومدم تو این بهتون نشون بدم دارن تعمیرش حالا رفته توی منتنس دارن یه تغییرات رو روش میدن ولی من خودم معمولا از صرافی بینگ ایکس میگیرم لینک صرافی هم براتون زیر ویدیو گذاشتم دیشب نزدیک 25 تا اتم از همین صرافی گرفتم که حالا توی ویدیوها ها مشخص هستش خب بریم سراغ که چطوری میتونیم حالا این رو استیک کنیم بچا بعد از اینکه حالا کیف پولتون رو شارژ کردین و اتم اومد داخل کیف پولتون نشست اینجا یه قسمتی داره نوشته منیج پورتفولیو این کپلر داشبورد روش کلیک میکنین و داشبورد اصلی کپلر شما براتون اینجا نشون داده میشه خب الان برای این صفحه باز شده کل موجودی بلت من رو داره به هم نشون میده میگه اینقدر شما الان موجودی داری توکن اویلیبل در دسترس داری و اینقدر هم استیک کردی حالا میخوایم بریم سراغ که چطوری میتونیم استیک کنیم بچه کافی بیاد روی تب استیکش اینجا میگه چینی که میخوای استیک کنید رو انتخاب کن شما اگر میخوای تیا استیک کنید کافی روی سلستیا بزنید اینجا بهتون یه عالم ولیدیتور نشون میده که تو انتخاب اینها میگم چه مواردی مهم هست و باید حتما رعایت کنید این ولیدیتورایی هست که برای مثلا سلستیا هست اگر نه خواستید مثلا اتم رو در واقع استیک کنید روی کاسماس هاب میزنید باز اینجا لیست سری ولیدیتور رو بهتون نشون میده که باز باید انتخاب کنید کدوم رو میخواید انتخابش کنیم برای استیک کردن یا اگر حتی بخواید برای اینجکتیو هم استیک کنیم باز توی تب استیک میتونید ولیدیتور اینجکتیو رو هم انتخاب کنید اینجا اگر اسمش رو هم بنویسید براتون خودش میاره الان من مثلا یا بزنم اینجا هم سله اولش رو بزنم خودش سلستیا رو برام میاره بعد میگه که چقدر توکن دارید و چقدر رو تا الان استیک کردید خب در مرحله اول بچا شما نیاز دارید که اتمتون رو به اینجکتیو یا تیا تبدیل کنید من تبدیل اینجکتیو رو قبلا گفته بودم دقیقا مثل همون اینجکتیو هستش تو قسمت سواپ کیف پول کپلرتون میاید مثلا میگید من میخوام اینقدر اتم رو به من تیا بدید اینجا نکس رو میزنید و براتون اینجا تراکنش انجام میده و این مقدار اتم شما تبدیل به تیا میشه و اینجا یه ترانزکشن هم براتون انجام میشه و بعد میتونید بیاید حالا این پایین ببینید که این در واقع مقداری که تبدیل کردین نشسته توی کیف پولتون یا نه که معمولا یه چند ثانیه بعد اون تیا اینجا اضافه میشه خب این پس شو طریقه سواب اتم به اینجکتیو و تیا حالا اگر دوست داشتید هر کدوم رو میتونید این کارو انجام بدیم باهاش بریم سراغ اینکه چطوری میتونید استیک کنید و چه مواردی تو استیک کردن مهم هستش بچه قبل از اینکه ما بیایم تو این تب استیکینگ و حالا اون ولیدیتورمون رو انتخاب کنیم الان تب استیکینگ من رو داریم میبینید اینجا من هم اینجکتیو استیک کردم هم سلسیا امروز میخوام یه مقدار اتوم هم استیک بکنم پولی که اینجا استیک میکنم بچه نمیخوام تا 6 ماه یا یک سال بهش دست بزنم پس اینطوری نیستش که فردا بیام ببینم مثلا 20 درصد اتم ریخته یا رشد کرده ناراحت بشم یا بخوام پولم رو بردارم من پولم رو اینجا استیک میکنم که بتونم ریوارد احتمالی پروژه هایی که روی این اکوسیستم ها میان رو شامل بشم و بتونم اردرافشون رو بگیرم خب برای اینکه ولیدیتورمون رو انتخاب بکنیم گفتم یه راهش اینه که شما بیاید تو این تب استیک و حالا روی اون شبکه‌ای که می‌خواید و اکوسیستمی که می‌خواید رو انتخاب کنید لیست ولیدیتورها رو بهتون نشون میده و میتونید از اینجا حالا انتخاب کنید و بهشون دلیگیت کنید اون مقدار توکنی که می‌خواید ها یه سایت بهتر من پیدا کردم برای اینکه اطلاعات خیلی کاملتری راجع به ولیدیتورها به دست بیارید و بهتون میگم انتخاب ولیدیتور خیلی مهمه بچه‌ها سایت مینتسکن رو میخوام بهتون معرفی کنم سایت مینتسکن داتا یو همه لینک ها رو بچه زیر ویدیو گذاشتم که شما راحت استفاده کنید ازش رو حالا من این سایت رو باز میکنم امروز سرعت اینترنت هم یکم پایین متاسفانه و داره عذیت میکنه بچه این سایت رو که باز میکنی این توی تب اکسپلوررش که بیاین سمت راست یا لما اکوسیستم مختلف شبکه بلکچین مختلف رو میبینیم بخوام براتون مثال بزنم مثلا اینجا سلستیا هست حالا من روش کلیک میکنم میاد تو تب ولیدیتور و اینجا تمام ولیدیتورهایی که اکتیو هستش روی سلستیا رو به شما با رنگ بندی نشون میده چه چیزهایی برای ما توی انتخاب ولیدیتور مهم هست بچا اول از همه سراغ ولیدیتورهایی که صرافی هستن نرید یعنی ما به هیچ عنوان روی ولیدیتوری که صرافی هست استیک نمی کنیم. چون هیچ ریواردی به ما تعلق نمیگیره و اون ریوارد متعلق به صرافی میشه پس اگر اینجا شما مثلا بایننس نود دیدید یا مثلا کوین بیس دیدید سمت این ولیدیتور برای استیکینگ نمیرید این نکته اول که باید حتما بهش دقت کنید نکته دومی که باید رعایت بکنید سمت صرافی هایی که کمیسیون ریتشون صفر یا 100 درصد هست باز هم نمیرید یعنی صرافی که کمیسیونش مثلا اینجا صفر باشه یا 100 درصد باشه اصلا سمتش نمیرید چون احتمال اینها ریواردی به شما ندن پس سمت صرافیهایی که کمیسیونشون صفر مطلق یا 100 درصد هست اصلا نمیریم کمیسیونی که ما میخوایم انتخاب کنیم معمولا بین 5 تا 10 درصد کمیسیون معقولی هست پارامترهای بعدی که باید توی انتخاب وایدرت رو رعایت بکنید تا پارتیسیپیشنش هست میسپلاک و آپتایم این ستا رو باید حتما بهش دقت کنید حالا الان راجع به ویلیتورهای تیا این تب مثلا پارتیفیکشنش همشون رو صفر درصده و فقط آپ تایم رو داره نشون میده من میرم روی کاسماس یا همون اتم که باز اینجا کاملتر هست اطلاعاتش و میتونم به تفکیک بهتون نشون بدم چطوریه بچه مثلا اینجا لیست ویلیتور رو داره نشون میده مثلا اینجا اگه بخوام بهتون نشون بدم استیک فیش ویلیتوری هست که قرمز هست یعنی مشارکت داخلش کمه پس نمیتونه ولیدیتور خیلی خوبی باشه برای انتخابمون یا مثلا ببینید اینجا ولیدیتور گیم رو میبینید میس بلاکش خیلی زیاده میس بلاک یعنی چی یه سری بچا مجموع تراکنش ها یا بلاک های هستش که اون ولیدیتور نمیتونه اینها رو وریفای کنه و یا حالا میس میده و بهش میگن میس بلاک مفهوم اسلش خوردن هم از همین طریق ایجاد میشه ممکنه بگن که یک ولیدیتور اسلش میخوره یه یعنی سری فانکشن ها رو نمیتونه به درستی وریفای کنه و یه یعنی سری بلاک ها رو از دست میده میس میده که هر چقدر تعداد این کمتر باشه اون ولیدیتور مناسب تر الان اینجا خودش مثلا با قرمز داره نشون میده میگه آقا میس بلاک این ولیدیتور گیم زیاده پس این رو هم ما نمیتونیم به عنوان ولیدیتور مناسبی انتخاب کنیم برای حالا شبکه کاسماس هست من دارم اینجا مثال میزنم و آپ تایمش هم 97 ممیز 8 درصده بهینه ترین حالتش اینه که 100 درصد باشه و میس بلاکش کم باشه عددش و مشارکت داخلش هم زیاد باشه که باز اینجا بگردید بچه میتونید قطعا و ایدیتوری که این ستا پارامتر رو حالا یه عدد مناسبی داشته باشه پیدا کنید حالا مثلا اینجا امپراتور رو میام مثال میزنم بهتون تقریبا این ستا پارامتری که بهتون گفتم داخلش رعایت شده یعنی آپتایمش 100 درصد میس بلاک تا الان نداشته میزان و مشارکت داخلش هم خوب هستش 84 درصد مشارکت داشته و جزو رنکینگ 20 هست بین تاپ 11 تا مثلا 31 مثلا بین رنک 11 تا 31 ولیدیتور هاتون رو انتخاب کنید و کل سرمایه‌تون هم به هیچ عنوان روی ولیدیتور نخوابونین بچه اگر بخوام براتون حساب کنن یا اسنپ شات بگیرن شما پولتون رو بین 5 تا 4 تا ولیدیتور تقسیم کرده باشین کل اون پول رو حساب میکنه یعنی اینجوری نیست که مثلا شما حتما الزام داشته باشید که بیاد روی ولیدیتور رو کل سرمایه‌تون رو استیک کن حالا مثلا من اینجا امپراتور رو دیدم روی حالا شبکه کاسموس یا اتم شرایطش خوبه میریم یه مقدار اینجا استیک کنیم خب میریم توی تب استیکینگمون اینجا اتم رو انتخاب میکنیم من تیا رو از قبل استک کرده بودم بچه به خاطر همین دیگه الان تیا رو اینجا بهتون نشون نمیدم ولی دقیقا مثل همین حالتی هست که دارم برای اتم انجام میدم هیچ فرقی نمیکنه چه برای اینجکتیو چه برای تیا میتونید از همین راه برید هیچ فرقی نمیکنه همشون مثل همه من اینجا امپراتور رو سرچ میکنم و همطور که میبینین کمیسیون این یک درصد هست صفر مطلق نیست که اوکیه تمام شرایطی هم که بهتون گفتم اونجا رایت کرده بود و من میام اینجا, اینجا میخوام از استیک رو انجام بدم یه چیزی رو چک میکنم ببینم اول چقدر من اتم دارم حدود 25 تا 25 ماه از 6 تا داشتم حالا من میام 25 ماه از یکیش مثلا میخوام استیک کنم میخوام این رو بین چهار تا ولیدیتور تقسیمش کنم روی یه ولیدیتور نذارم که اگر یک ولیدیتوری به مشکل خورد من بتونم از ولیدیتورهای دیگه سودم رو بگیرم 6 ماه از 275 داشت رو میخوام اینجا روی این ولیدیتور حالا امپراتور استیکش کنم خب من 6 ماه از 275 تا اینجا میخوام اتم بذارم روی امپراتور استیک رو میزنم اینجا یه تراکنش انجام میدم بچه یه مقدار همیشه اتم بیشتری بریزید برای تراکنش که حالا قرار بزنید یعنی اون فی تراکنش رو پوشش بده. همونطور که میبینی الان بر اینجا اتم اضافه شده این پایین و نوشته که دقیقا چقدرش رو استیک هم بچه وقتی استیک میکنید اگر بخواید آن استیک کنید معمولا یه بازه زمانی بین 21 تا 26 روز حالا بسته اون اکوسیستمی که دارید داخلش استیک میکنه طول میکشه تا این آن استیک بشه و پولتون رو یا توکنتون رو بتونید دوباره بردارید پس حواستون باشه آن استیک ها معمولا آنی نیست نمیتونید همون لحظه توکنتون رو بردارید و یه تایمی باید صبر کنید تا اون توکنتون دوباره آزاد بشه و کیپ پولتون برگرده اگر هم روی یک ولیدیتوری استیک کردید اون ولیدیتور دچار مشکل شد مشکلاتی که ولیدیتور رو میتونن شاملش بشن یعنی که همون اسلش خوردن هست که جیل شدن هست اگر یک ولیدیتوری دان تایم بالایی داشته باشه یعنی سرورش دان بشه یا سرورهاش دان بشن یه مفهومی هست به اسم جیلد شدن که اون در واقع ویلیتور دیگه ریواردی به شما نمیده و شامل جریمه هم ممکنه بشه به خاطر همین اگر دیدید ویلیتورتون به مشکل خورده چک کنید همیشه این لیست حالا ولیتاتون و ویلیتورهایی که اینجا هستن یه روز درمیون یا هر روز میتونید چک کنید بچه ویلیتور رو و این علامت ها اگر این سمت چپ سبز رنگ باشه داره کارش رو درست انجام میده اگر دیدید قرمز شده یا حالا Uh, توی سایت مثلا خود همین مینتسکن اومدید چک کردین دیدین مشکل خاصی برای اون ولیدیتور ایجاد شده میتونید بیاد و توکنهاتون رو ردیلیگیت کنید معمولا وقتی یک ولیدیتوری جیل میشه ممکنه یه مقدار جریمه هم شامل حال یوزر عادی که اومده این تو استیک کرده بشه و یه مقدار توکنش رو از دست میده پس دقت کنید تو انتخاب ولیدیتورتون حتما ولیدیتوری رو انتخاب کنید که اون پارامترایی که بهتون گفتم رو حتما رایت کرده باشه اگر به هر عنوانی خواستید ولیدیتورتون رو, رو تغییر بدین میتونید بیاید روش کلیک کنید توی تبری میتونید این رو انتقالش بدید به یک ولیدیتور دیگه و اینطوری میتونید حالا اون ولیدیتوری که دوشاره حالا مشکل شده یا فکر میکنید در آینده به مشکل میخوره رو تغییر بدید حالا من اینجا مثلا یه دونر انتخاب کردم اینجا امپراتور بود شما میتونید به همین روش چند تا ویدیتور رو دیگه انتخاب کنید امروز من ستای دیگه رو حالا انتخاب میکنم نمیخوام خیلی تایم این ویدیو طولانی بشه به همین طریقی که بهتون گفتم میتونید از سایت میتسکن استفاده کنید این پارامترهایی که بهتون گفتم رو حتما توش لحاظ کنید میس بلاک آپ و پارتیکولیشنش رو حتما چک کنید و سعی کنید از حالا رنکینگ 11 به بعد 11 مثلا تا 20 یا 30 برای رو انتخاب کنید که احتمال حالا جت شدنش هم کمتر میشه با رایت این مواردی که بهتون گفتم همین چیز خاص دیگه نیست امیدوارم این ویدیو بتونه بهتون کمک کنه مقداری که میخواید استیک کنید بچه من حالا توی, توی تویتر قبلا یه دونه توییت گذاشته بودم خودم اگر بخوام استیک کنم تقریبا حداقل اینقدر رو استیک میکنم یعنی 25 تا اتم 25 تا تیا یا 160 تا اسمو من الان بیشتر میخوام اتم و تیا و اینجکتیو رو استیک کنم که تیا و اینجکتیو رو کردم امروز اون 25 تا اتم رو هم میذارم هیچ الزامی هم نیست بچه شما حتما 25 تا اتم رو یک جا بیاد کنید میتونید 10 تا بیارید 5 تا بیارید هر ماه بیاید به اون مقدار حالا یه مقدار اضافه کنید هر چقدر سرمایتون بهتون اجازه میده پس الزامی نیستش که حتما بیاد روز اول 25 تا اتم اینجا استیک کنید و بهتون گفتم اگر مثلا 25 تا اتم میارید سعی کنید این رو بین 4 تا مختلف تقسیمش کنید و اگر بخوان حالا برای شما اسنپ شات بگیرن کل اون مقداری که استیک کردین رو حساب میکنن رو ویدیتورهای مختلف پس نیازی نیست که حتما کل مبلغتون رو روی یک ولیدیتور استیک کنید یعنی الان اینجا من بیام تو تب استیک استیکینگم هم رو باز کنم مثلا گفته شما روی سلستیا کلا 25 ماه از 15 تا تیا استیک کردی کل این مقدار رو بر من لحاظ میکنه نمیاد دونه دونه اینا رو محاسبه نمیکنه که مثلا چون 6 تا مثلا اینجا استیک کردی پس شما شما در نمیشی پس حواستون به این نکته هم باشه حتما حتما پولتون رو بین چند تا یا توکنتون رو بین چند تا تقسیم کن امیدوارم ویدیو براتون مفید باشه من سعی کل نکاتی که خودم راجع به استیک کردن یاد گرفتم رو بهتون بگم حتما کار رو انجام بدید چون خیلی ترند شده این استیک کردن و پروژه‌ای که در آینده هم بیان ایردراپ‌های خیلی خفنی خواهند داد به کسانی که پولشون رو حالا استیک میکنن یا توکنشون رو استیک میکنن تو این اکوسیستم ها لایک و ساب و کامنتی اگر سوالی داشتین حتما برام بپرسید زیر ویدیو یوتیوب حتما بهتون جواب میدم تو کانال تلگرامم میتونین عضو بشین باز اونجا هم هستم اگر سوالی باشه حتما بهش جواب میدم دوستتون دارم تا ویدیو بعدی پیس